سلام، پنجشنبه 13 آذر 99 3 دسامبر 2020 میلادی. تصویب قانون دو فوریتی در مجلس و تایید اون توسط شورای نگهبان بعد از تغییر تنها یک بند حادثه است که در ظاهر اختلاف بین دولت و مجلس و در واقع دو جناح داخل نظام جمهوری اسلامی رو نشون میده. این قانون در واقع محتواش به طور خلاصه این است که دولت رو موظف میکنه اگر تا 2 ماه بعد از تصویب این قانون تحریم بانکی و تحریم صادرات نفت و گاز رفع نشه، اون وقت دولت موظف چند کار رو انجام بده، از جمله اینکه اورانیوم 20% غنی شده رو تولیدش رو به 120 کیلو در سال برسونه که نصف اون 240 کیلوگرم که خط قرمز هست و کاملا کافی است برای تولید سلاح هسته‌ای میرسه، 500 کیلوگرم در غلظت‌های دیگه باید دست کم در سال تولید کنه، سنتریفوژهای با ظرفیت بیشتر از 1 سو و پیشرفته تر رو به جریان بندازه، کارخانه اورانیوم فلزی در اصفهان رو راه اندازی کنه که کاربرد این اورانیوم فلزی در سلاح هسته ای است، و از همه مهمتر و پر سر و صدا تر این که همکاری های داوطلبانه با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو متوقف کنه که در واقع توقف اجرای پروتکل الحاقی به معاهده NPT است. این پروتکل الحاقی در واقع اجازه میده که بازرس‌های یا آژانس هر زمان و هر مکانی خواستند بیان بازرسی کنند و بتوانند در واقع تحقیقات کافی رو بکنند، همکاری‌های لازم رو جمهوری اسلامی بکنه که توقف این همکاری‌ها به منزله این است که کارهای پنهانی داره انجام میشه که نمیخوان آژانس بفهمه. اما وقتی که این قانون با این سرعت تصویب شد و ابلاغ شد، ظاهراً دولت اعتراض کرد و آقای روحانی گفت بگذارید با تجربه ها این کار رو تموم کنند، و رئیس دفتر ایشون اعتراض کرد، سخنگوی دولت اعتراض کرد، اما آقای ظریف که به دیپلمات آقای خامنه ای معروفه و به بیت نزدیکتر از بقیه عناصر دولت هست، امروز در جلسه اینترنتی که داشت در سخنرانی خودش اروپا و غرب رو در واقع کلن تهدید کرد که اگر آمریکا و اروپا به تعهدات برجامی عمل نکنند، اون وقت این مصوبه مجلس رو اجرا بکنند. از این دعواها و سر و صداهای ظاهری که بگذریم، واقعیت امر چیست؟ برای فهم واقعیت امر چند نکته رو باید در نظر گرفت. نکته اول این که جمهوری اسلامی حدود 70 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره که به دلیل تحریم بانکی آمریکا بانک‌ها اون رو نگه داشتن و نمیتونند انتقال بدن. آقای خامنه‌ای فوری و فوتی دست کم به 10 میلیارد دلار پول احتیاج داره برای اینکه شرارت‌های خودش در منطقه رو ادامه بده. به زبان دیگه، گستره تروریستی که از کابل تا کاراکاس درست کرده بی پول مونده، و مثل برجام که فوری ایشون 18 تا 20 میلیارد دلار پول می‌خواست، به خصوص در اون دوره میخواست دیکتاتور و قصاب دمشق رو
نگه داره، الان هم دست کم 10 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار احتیاج داره برای اینکه این شبکه‌ای که به زعم خودش ابزار قدرت او هست رو بتونه حفظ بکنه. تمام سازمان‌های تروریستی از طالبان تا هشت و شعبی، حزب الله لبنان تا حوثی‌ها، تا برسد به کاراکاس، ونزوئلا، بولیوی و کوبا، کاسه گدایی دستشونه و متقاضی پول هستن. به همین دلیل هم نکته دوم این که تمام سعی و کوشش این که ایشون چراغ سبز داده که برن و مذاکره کنند و تدارکات دارن برای مذاکره میکنن، روی این نقطه متمرکزه که این پول باید آزاد شه همش، یا دست کم همین مقداری که احتیاج داره آزاد شه. به همین دلیل هم آقای مجید تخت‌روانچی که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست و یکی از کسانی است که در مذاکرات هسته‌ای در دوره آقای اوباما نقش کلیدی داشته، اکنون در نیویورک با پاره ای از عناصر دوربر آقای بایدن تماس رو شروع کرده و لب حرفشون هم این است که تا آقای روحانی و ظریف هستند و اینها که قبلا هم برجام رو امضا کردن وارد هستند، بشتابید با اینها مذاکره کنید و به برجام برگردید و قال قضیه رو بکنید، وگرنه اگر به ماه خرداد برسه اون وقت گرفتار تندروهایی میشید که ممکن است پای میز مذاکره نیایند. در واقع بازی پلیس خوب و پلیس بد رو آقای خامنه‌ای داره اجرا میکنه و این مصوبه مجلس هم با توجه به این که شورای نگهبان به سرعت اون رو تایید کرده، نشون میده آقای خامنه‌ای به این راضیه، میخواسته این کار بشه و این صحبتی که آقای ظریف کرده و تهدید این مصوبه رو، چاغوش رو رو به غرب گرفته، کاملا این بازی تکراری رو داره نشون میده که اگر فوری نشتابید و ظرف همین فاصله ژانویه تا ماه جوان، از دی ماه تا خرداد ماه به برجام بر نگردید، اون وقت ممکن است که به گرفتاری بیفتید و مثلا این مصوبه مجلس اجرا بشه و ایران بره هسته‌ای بشه و چنان بشه و چنین بشه. اما آیا این بازی تکراری پلیس خوب و بد که لابی های جمهوری اسلامی مثل نایاک هم دارن در واشنگتن دنبال می کنند، از سوی دولت بایدن هم خریدار داره؟ به نظر می رسه که یک دست نیست دور آقای بایدن، ولی عده این رو تایید می کنند و چون اولویتشون هم این است که به اتحاد به اروپا برگردند و اولویت اولشون دوختن شکاف با اروپا، شکافی که در زمان آقای ترامپ ایجاد شده و اروپایی ها فشار میارن برای اینکه امریکا به برجام برگرده، ممکن است که آقای بایدن و ادمینستریشن و کابینه او رو هم متقاعد کنند که این بازی رو تن بدن. به همین دلیل هم آقای بایدن در مصاحبه‌ای که پریروز با نیویورک تایمز کرده، وقتی ازش پرسیده که آیا به برجام برمیگردید، پس ماجرای هسته یا موشکی چی میشه، گفته ما با متحدینمون اون رو دنبال خواهیم کرد ولی بعد از برگشتن به برجام، یعنی حساب اونها رو میخوان جدا کنن. به هر حال این ماجرا از این جهت قابل بررسی است که در ایران این نمایش تکراری داره اجرا میشه، در امریکا لابی های جمهوری اسلامی همین رو تبلیغ میکنند، آقای تخت‌روانچی مشغول عرضه همین کالاست و دوربر آقای بایدن دو دستگی هست که هنوز تکلیف ماجرا معلوم نیست.
بر حال در همین حال رادیو فرانسه خبر داده از اینکه سید حسن نصرالله رهبر حزب الله که بسیاری مواقع هم در تهران هست تصمیم گرفته برای مدت طولانی در ایران ساکن بشه برای اینکه از حملات اسرائیل در امان باشه. دکتر محمد ملکی آزادی خواه و مبارز خستگی ناپذیر سرانجام بعد از مبارزه طولانی با بیماری سرطان درگذشت و آرامش یافت و نه فقط عمار ملکی پسر شایسته او یتیم شد بلکه تمام آزادی خواهان و مبارزین راه آزادی ایران یتیم شد. نرگس محمدی و شهناز اکملی دو تن از زنان مبارزی بودند که زیر تابوت او رفتند، در تشییع جنازه او شرکت کردند و بر سر مزار او هم نرگس محمدی سخنرانی جانانه ای کرد از تقدیر عمری مبارزه، زندان و پایمردی و پایداری این مبارزه خستگی ناپذیر. نسرین ستوده دیگر شیرزن مبارزه ایران هم بعد از اینکه مرخصی او تمدید نشد به زندان قرچک ورامین برگشت. خانم هلاله موسویان وکیل احمد رضا جلالی هم خبر داده از اینکه او هنوز در قرنطینه بند 209 اوین به رجایی شهر منتقل نشده، زندان رجایی شهر، و احتمالاً اعدام او فعلا به تعویق افتاده. ایشون گفته که مذاکرات دیپلماتیک بین سوئد و ایران در جریانه که من عرض میکنم احتمالا جمهوری اسلامی خواستار آزادی حمید نوری که در زندان سوئد هست به دلیل شکنجه ها و کشتارهایی که در دهه 60 کرده آزاد بشه تا جلالی رو اعدام نکنه. اما در کوهگیلویه و بویراحمدی شاعر طنز پردازی به نام ابوالحسن کمالی به دلیل شعری که گفته به 7 ماه زندان در منزل محکوم شده و به رفتن به مسجد و نماز جمعه هم محکوم شده. به امید پیروزی ایران و ایران.